ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو ای کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم و نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض کنم خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم به درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان عزیز به درس چهاردهم رسیدیم عنوان درس امروز ما تحت عنوان فولکلور است در ادامه بحث در حوزه دستور زبان میپردازیم به یک مفهومی به نام صفت عالی عزیزان دلبند قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید هر نوع پیشنهادات ارائه انتقال مطالب در مورد مختلف در حوزه در واقع انتقادات در حوزه پیشنهادات برای ما دارید روان سازید کانال ارتباطی ما 20964 780 255 4013 است عزیزان قن به درس نو خوش آمدید خب شاگرد عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل یک سوال دادیم به شما تحت ای عنوان صفت مفعولی را در جمله های زیر مشخص کنید صفت مفعولی یک مفهومی که در حوزه دستور زبان جای میگیرد کلمه صفت مفعولی است صفت مفعولی در واقع صفتی است که بیان کننده ویژگی های خاص کلمه مفعول است مفعول چی بود؟ مفعول کلمه ای بود که در حوزه ساختار زبان به کلمه ای گفته می شود که کار بر روی او واقع می شود. و در جواب دو سوال می آمد. در, در جواب چی دو سوال؟ دو سوال سوال اول چی بود؟ چی کسی را؟ و سوال دوم چه چی چیزی را؟ هر زمانی که این دو سوال ذکر می شد کلمه مفعول خود را نشان میداد. حال او صفتی که بیان کننده ویژگی های مفعول باشد دلالت بر او مفعول کند تحت عنوان صفت مفعولی از او یاد می شد برای ساختن صفت مفعولی چیکار می کردیم دوستان نگاه میکردیم که صفت مفعولی از چه کلمه گرفته می شد از کلمه اسم فعل یا نام دیگرش مستر بود گفتیم مستر کلمه است که انتهایش در چی ختم می شود در نون مستری نون را از انتهای کلمه میاندازیم اندازیم به جایش های غیر ملفوظه قرار می و یک کلمه جدید ساخته می شد تحت عنوان صفت مفعولی حالا ببینیم دوستان ببینیم در حوزه جملاتی که برای شما گفته بودیم نگاه میکنیم صفت مفعولی را مشخص می کنیم خب نمونه اول چه می گوید نویشته هایم را براحتی می نویسم نوشته هایم را براحتی منویسم کدام کلمه از صفت مفعولی دوستان؟ احسن نوشته هایم نوشته هایم اصل چی بوده؟ اصل این کلمه از نوشتن بوده دوستان نوشتن حال اون نوشتن نون انتهایش حذف شده چی به جایش آمده؟ به جای اون نون در واقع یک های غیر ملفوظه که اینجا میبینیم آمده و بوده از نوشتن تبدیل شده به چی؟ به نوشته تبدیل شده خب لباس های دختر را به خانه بردم جمله بعدی لباس های دختر را به خانه بردم کدام کلمه دوستان؟ احسن دختر یا به عبارت کلی حتی می شود بگیم لباس های دختر لباس های دختر می شود چی؟ صفت مفعولی و خاصه ای قسمت دختر دوستان دوخته چرا؟ چون دوخته از دوختن بوده اون نون انتها هست شده به جایش های غیر که اینجا هست آمده و شده چی؟ دوخته کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود یک جمله بسیار بسیار مشهوری که در حوزه اقتصاد در حوزه مغازه دکان این جمله رو بسیار بسیار به وفور می شنوید. خب کالای فروخته شده پس گرفته نمی شود کدام کلمات احسن فروخته شده پس گرفته این دو کلمه هم میشه چی دوستان میشه می شود صفت مفعولی صفت مفعولی خب نگاه کنید دوستان گرفته دوخته های غیر ملفوظه که بر سر این کلمات آمده و اسم فعل را تبدیل به صفت مفعولی کرده است خب شاید عزیز وارد درس چهاردهم درس جدید امروز خوش شویم بخش اول امروز ما دوستان در حوزه درس زبان و ادبیات دری برمیگردد به یک مفهومی تحت عنوان فولکلور فولک یک واژه انگلیسی است یک واژه بریتانیایی است که در واقع این کلمه رو وقتی می آید معنا میکنید ما می توانیم در دو قالب معنا کنیم معنای اول یک معنای لغوی است یک معنای تحت لفظی یا واژگانی این کلمه است و معنای دوم معنای اصطلاحی یا معنای علمی است که توضیح بیشتری برای روشنتر کردن این مفهوم برای ما میدهد خب میگیم در حوزه لغوی وقتی ما کلمه فولکلور را میخواهیم تعریف کنیم دوستان میگوییم فولکلور به معنای فرهنگ فرهنگ مردم و فرهنگ و دانش توده بیان می شود پس به طور کلی به فرهنگ مردم دوستان ما فولکلور می گویم. هر چیزی که در حوزه فرهنگ عامه مردم عموم مردم جای بگیرد تحت عنوان فولکلور از او یاد میشه حالا اگه اصطلاحی یا علمی همین واژه رو بخواهیم برای شما معنا کنیم در واقع این میشود مجموعه از آداب رسوم افسانه ها ضرب المثل ها ترانه ها چیستان ها و غیره درباره تولد مرگ ازدواج و نیز پیشگویی ها و چیزهایی که در این حوزه جای میگیرد پس به طور کلی دوستان نگاه میکنیم وقتی که ما بیان میکنیم حرف میزنیم توضیح میدهیم واژه فولکلور را بیان کننده مجموعی نه یک بخش ها در مورد مجموعی از آداب مردم رسوم مردم نوع لباس آنها ترانه هایی که میخوانند ضرور مسئله هایی که بینشان کاربرد دارد در حوزه های مختلف تولد مرگ پیشگویی بیان میشود این کلمات را میگوییم تحت عنوان فولکلور خب حالی اگه بخوایم دوستان همی فولکلور رو در حوزه ریشگانی ریشه واژه بیان بکنیم چه میشه؟ میگوییم فولکلور از ریشه آلمانی است پس ابتدایی واژه از کشور جرمنی یا آلمان آورده شده شروع شده و به نقاط مختلف دنیا گسترانیده شده شروع اولیه فولکلور در عواسط قرن 19 هم در آلمان شروع می شود و ابتدا گردآوری و نشر اثر معروف افسانه های پریان در حوزه ادبیات آمیانه مردم آلمان است یک اثر تحت عنوان افسانه پریان ابتدا شک می گردد و بسیاری از آداب، رسوم، عقاید، باورهای مردم آلمان در ای افسانه گنجانده شده و ای افسانه وقتی که می آید در بین مردم مورد استقبال قرار می گیرد حوزه استقبال بسیار گسترده می شود و شهرت جهانی پیدا می کند و باعث می شود که مردم نقاط مختلف نیز بیاین آداب و رسوم، فرهنگ خود، ضرب مسئله های خود، ترانه های خود را در حوزه داستانهای نظر بیان کنم رواج ادبیات آمیانه در تمامی مؤسسات فرهنگی و ادبی اروپا بعد از اینکه در واقع افسانه های پریان مورد استقبال مردم قرار می گیرد باعث می شود که فرهنگ عامه یا همو فولکلور در واقع بین مردم جای خود را باز کند و در حوزه مؤسسات فرهنگی ادبی در واقع رهسپار نقاط مختلف شود خب دوستان بیاییم در مورد فولکلور در حوزه کشور عزیزمان افغانستان با هم بررسی کنیم ببینیم که افغانستان فولکلور در ابتدا از کجا آغاز می شود خب ورود فولکلور به ادبیات آمیانه در صفحات سراج و تواریخ در زمان امیر حبیب الله خان بدانیم که کتاب سراج و تواریخ نوشته فیض محمد کاتب هزار است این کتاب در پنج جلد نوشته می شود و تاریخ افغانستان را بیان می کند یک کتاب بسیار جامع بسیار و کامل که در حوزه کتاب تاریخی به عنوان یک کتاب مرجع از این کتاب یاد می شود اگرچه دوستان این کتاب در زمان امیر حبیب الله خان در واقع به دستور ایشان نوشته می شود و حاوی بسیاری از عهدنامه ها دستورات فرامین حکومتی می باشد ولی در لابلای این کتاب آداب و رسوم و عقاید و باورهای عامه مردم نیز بیان شده ما بین سالهای 1280 تا 1298 هجری شمسی در واقع دوستان می بینیم که این کتاب نوشته و نگاشته شده بیشتر موضوعات کتاب شامل چیستان ها، دوبیتی ها، ترانه های ملی و محلی می باشد. کم کم ورود آهسته فولکلور به ادبیات مطبوعات و نهادهای علمی نیز شکل می گرد. به طوری که بسیاری از داستانها در حوزه جراید، در حوزه جورنالیزم وارد در واقع آثار می شود، وارد جراید می شود و مورد استقبال مردم نیز قرار می گیرد. خب شاید های عزیز محترم اما تاور که گفتیم یکی از قالب ها یکی از چیزهایی که در حوزه فولکلور یا ادبیات عامه یا فرهنگ عامه ما افغان ها جای میگیرد دوستان چیستان است میخوایم در مورد چیستان یک مقدار بیشتری برای شما معلومات بدیم بین که در واقع این چیستان چیست انواع چیست چه چی مواردی دارد و کجا کاربرد دارد میگویم چیستان در تعریفش آمده جمله کوتاه و منظم که در آن خواص علایم اوصاف و خصوصیات شخص یا چیزی به شکل سربسته و غیر مستقیم بیان میشود. پس نگاه کنید دوستان میگویم چیستان یک جمله کوتاه است حال جمله کوتاهی که میخواهد خصوصیات علایم ویژگی های یک فرد را یا یک چیزی را برای شما بیان کند البته به شکل چی؟ به شکل کاملا غیر مستقیم و سربسته که وقتی شما این علایم و این خصوصیات را میشنوید پی به اون مفهوم یا به اون شخص میبرید و با این تواصیف، با این ویژگی ها، با بیان این توضیحات میتوانید ذهن شما را به اون شخص یا به اون چیز یا شی در واقع رهنمون میکند قدیمی ترین نوع چیستان در ادبیات دری به شکل منظوم بوده که به آن معما یا لغز نیز گفته می شود. نگاه دوستان پس اولین چیستان اولین چیستانی که در حوزه ادبیات دری جای گرفته شکلش چی بوده دوستان منظوم بوده نه منصور یعنی در قالب شعر بیان می شده در قالب شعر گفته می شده که به او نوع چیستان می چه می گویم دوستان می معما یا لغز که در بعضی از کتاب ها به نام لغز هم بیان شده اگر چیستان به صورت سوال گفته شود آن را چیست آن گویند نگاه کنید دوستان خودی کلمه چیست آن یک کلمه سوالی است چیست آن چیست آن نگاه کنید دوستان این کلمه یک کلمه سوالی است که نشان میدهد که یک مفهوم غیر مستقیم و سربسته ای نیست در داخل خود دارد در غیر این صورت در کدام صورت دوستان در غیر این صورت که او سوالی باشد که گفتیم بالا سوالی بود حالا اگه سوالی نباشد چطور و دو شکل نظم و نصر بیان می شود که به آن معما یا لغز یا لغز گفته می شود خب دوستان نگاه کنید این هم یک تعریفی از چیستان بود حالی چند مورد از چیستان را برای شما بیان کنیم نمونه ای چیستان خب یکی از چیستان هایی که در حوزه فرهنگ عامه ما جای می گیرد ما بین عامه مردم پیرمردها پیر ها پدر ها مادرکلان ها و افراد قدیمی و کهنسال بسیار کاربرد دارد همی چیستان هاست یکی از چیستان ها رو برای شما اینجا آورده ایم دوستان چی میگوید یکی اسب عجیب دیدم که شش پا و دو سم دارد عجایب تر از آن بشنو میان پشت دوم دارد نگاه کنید دوستان شکل بیان کردن ای چیستان چیه دوستان میبینیم به شکل چیه؟ به شکل منظومه وقتی شکلش منظوم باشد بعد چی میگفتیم؟ میگفتیم به ای چیستان یا معما میگوییم یا لغز یا لغز میگوییم خب جوابش چی میشود؟ جواب این چیستان میشود ترازو شکلش را پایین برای شما ترسیم کردیم خب یک چیستان دیگر چی میگوییم؟ میگوییم که چیست آن نگاه کنید دوستان چیست آن چیست آن که سه بازیگر و دوازده تماشاچی دارد سه بازیگر دارد دوستان دوازده تماشاچی چیست؟ او ساعت است ساعت مقابل را نگاه کنید سه اقربه دارد اقربه های مختلف نگاه کنید اقربه ساعت شمار اقربه دقیقه شمار و اقربه ثانیه شمار سه بازیگر دارد و چی و دوازه تماشاچی تماشاچی ها چیست؟ دوازه عدد است. از عدد یک تا عدد دوازه می شود تماشاشی ای چیستان ما. یک چیستان دیگر چی میگوید؟ آن چیست؟ آن چیز که در بحر یکی و در دریا دو تاست. تا در بحر یک دان است، در دریا چند تا است. دو دان است، دو تاست. است، شید و سان اون نقطه است. کلمه بهر رو نگاه کنید در بر چند نقطه داریم یک نقطه داریم که حرف ب یک نقطه دارد خب حال حرف دریا در دریا ما دو نقطه داریم دریا نگاه کنید حرف یا دو نقطه دارد این میشود جواب چیسان ما خب وارد بخش دوم شویم دوستان عزیز بخش دوم ما شاگردهای دلبند قواعد دستوری است یک قاعده مشخص تحت عنوان صفت عالی در تعریف صفت عالی آورده شده صفت عالی برتری یک موصوف بر تمامی موصوف های دیگر را که دارای صفت مشترک باشند نشان میدهد نگاه کنید دوستان ما یک صفت تفصیلی داریم یک صفت عالی داریم فرق میکند یک زمانی میخواهیم برتری یک چیز را بر چیز دیگر بیان کنیم میگوییم صفت تفصیلی یک زمانی برتری یک چیز بر چیزهای دیگر را میخواهیم بیان بکنیم که میگوییم از ای برتر از ای بالاتر از ای خوبتر از ای زیباتر از ای قشنگتر نداریم اون میشه و صفت عالی خب نگاه کنید دوستان میگوییم علامت صفت عالی اضافه شدن نشانه ترین در آخر صفت ساده است صفت ساده چی بود مثل خوب مثل زیبا مثل قشنگ مثل باریک مثل بلند این میشه صفت های ساده حالی اگر در انتهای این صفت ها ما چی داشته باشیم دوستان یک نشانه را اضافه کنیم تحت عنوان ترین و میشو صفت چی صفت عالی مثال چی میگویم زیبا اگر صفت عالی بسازیم میشو چی میشود زیباترین یعنی چی یعنی از ای زیباتر موجود نیست از ای زیباتر نداریم چی به طور مثال دوستان مانند لباس میگویم زیباترین لباسم را پوشیدم یعنی از ای لباس زیباتر مابین های موجود نبود این میشه صفت عالی قدیمی که صفت عالیش چی میشه دوستان قدیمی ترین یا بزرگ که صفت عالیش اش میشود بزرگترین نگاه کنید دوستان خب اگر میگفتیم که صفت تفصیلی چی میگفتیم بزرگتر میگفتیم قدیمی تر میگفتیم زیباتر او یعنی چی یعنی دو چیز داریم ما بین دو موصوف که میخواهیم مقایسه بکنیم یکی بر یکی دیگر برتر است ولی در حوزه صفت عالی ما صفتی را بیان میکنیم که برترین و کاملترین و بهترین صفت یا موصوف هاست زیباترین قدیمیترین و بزرگترین خب شاگردای عزیز اسلاید آخر درس امروز ما کار خانگی جلسه آینده توست برای کلمات بیش خاص جالب و کوچک صفت عالی مناسب بنویسید صفت عالی را توضیح دادیم نشانه ای که در انتهایش اضافه می شد برای صفت های ساده که تبدیل می شد به صفت عالی برای شما توضیح داده شد مثال ها را ذکر کردیم حالا از شما می خواهیم که برای چهار کلمه ای که ما برای شما دادیم برای این صفت های ساده شما صفت عالی بسازید و بنویسید خب شاگردای عزیز و دلبند در پایان جلسه امروز رسیدیم یک بار دیگر سامانه ارتباطی خدا کانال ارتباطی خدا برای شما بیان کنیم دو و و راه ارتباطی ما با شما عزیزان است آماده دریافت هر نوع پیشنهاد هر نوع انتقاد هر نوع ارائه راهکاری که برای درس زبان و ادبیات دری راه کشا باشد روان سازید و ما را خوشحال کنید در پایان از شما عزیزان تشکر میکنیم و شما عزیزان را به الله پاک می سپارم خداوندیار و نگهدارتان